سلام دوستان، امروز به معرفی هنرپیشه و رزمیکاری میپردازیم که شاید همه تان اون را بشناسید و یا هم اکثر فیلم های او را دیده باشید. با وجودی که جت لی فقط 56 سال عمر دارد، اما این عکس او که اخیراً در رسانه ها پخش شده او را همانند یک فرد سال خورده و پیر نشان میدهد. البته باید بگویم که این عکس واقعی است و فتوشاپ نشده، اما سوال اینجاست که آیا جت لی در سن 56 سالگی باید چنین معلوم شود؟ داستان زندگی جت لی از زبان خودش. اعضای خانواده من عبارت بودند از مادر، دو خواهر و دو برادر که از من بزرگتر بودند. در 2 سالگی پدر خود را از دست دادم و چون بچه آخر بودم، مادرم نمیگذاشت هر کاری که کمی در آن احتمال خطر میرفت انجام دهم و من هم نمیتوانستم کارهایی را که تمام بچه های همسن من انجام میدادند را انجام دهم. من طوری بار آمده بودم که اگر میگفتند به این دست نزن، محال بود به آن دست بزنم. این اولین خاطرات کودکی من بودند و من در چنین حال و هوای بزرگ شدم. در 8 سالگی به کلاس اول رفتم. به دلایلی که خودم هم نمیدانم محبوب همه معلم ها بودم و آنها مرا دوست داشته و حسابی نازم میدادند و هنوز هم نمیدانم کارشان درست بود یا نه، ولی برایم جالب که هر درس را امتحان میدادم 20 میگرفتم. فقط کلاس موسیقی برایم عذاب‌آور بود. معلمم به خوبی از این موضوع با خبر بود. روز امتحان معلممان آخر از همه اسم مرا صدا زد: لیلیان جی. از جا بلند و توی دلم گفتم: لعنتی. معلمم گفت: امروز گلو درد داری نه؟ من که از تعجب دهانم باز مانده بود گفتم: هان. بهترین فرصت بود که از زیرش در بروم، ولی مادرم مرا طوری بار آورده بود که هیچ وقت دروغ نگم. به همین دلیل مات و مبهوت با دهان باز همانطور سر جایم ایستادم. معلمم دوباره تکرار کرد: اگر گلو درد داری مجبور نیست امتحان بدهی، بنشین. 20. آموزش کنگفو. این هنر جنگی مسلط بر سرزمین چین است و به دلیل قدرت تحرک و سرعت عمل زیاد آن از سوی دولت و مردم چین مورد توجه زیاد قرار گرفته است. کنگفو را از تابستان 1971 شروع کردم. تمام بچه ها بر حسب سال تحصیلیشان در یک رشته ورزشی مشغول شدند و کلاس اولی ها را به کلاس کنگفو فرستادند، ولی ما هیچ کدام نمی دانستیم که این چطور ورزشی است. با آمدن پاییز و باز شدن مدرسه ها، از 1000 نفری که در کلاس های کنگفو ثبت نام کرده بودند، فقط 20 نفر باقی ماندند و بقیه اخراج شدند و من از اینکه در بین این 20 نفر بودم احساس غرور می کردم. به علاوه تنها کلاس اولی مدرسه خودمان در اینجا بودم. در این آکادمی استاد او ووبن دریافت که لی دارای یک استعداد ذاتی برای فراگیری این هنر رزمی دارد. چون لی در 2 سالگی پدر خود را از دست داده بود، علاقه زیادی به کنگفو پیدا کرده بود و همین امر باعث پیشرفت زیادی در او شد. او بعد از فراگیری کنگفو به سینما رو آورد. جت لی در سن 16 سالگی اولین فیلم خود را به نام معبد شاولین بازی کرد و به شهرت زیادی در چین دست یافت. او به سوی آمریکا رفت و در سال 1988 در فیلم اژدهای مبارز به ایفای نقش پرداخت. اما این فیلم با شکست روبرو شد و تماشاچی زیادی پیدا نکرد. اما جت در کار خود شکست نخورد و به کمک تهیه کننده و کارگردانی به نام تسوی هارک در سال 1990 فیلمی به نام استاد را به نمایش درآورد. تسوی میخواست جت را به یک ستاره جهانی تبدیل کند. او توانست جت را به هنگ کنگ بازگرداند و در این زمان فیلم روز روزگاری در چین را در سال 1991 و همچنین شمشیرزن را در سال 1993 ساخت و در ادامه جت با انتخاب فیلم آخرین قهرمان در سال 1993 و بازی در آن مردم را به تعجب واداشت. در سال 1998 جت لی اولین کار هالیوودی خود را در کنار بازیگر و کارگردان آمریکایی مل گیسیون انجام داد و در فیلم اسلحه مرگبار 4 به ایفای نقش پرداخت. اما این فیلم از نظر تجاری شکست خورد، ولی این فیلم به معرفی جت به دنیای سینما کمک کرد. جت لی در سال 2000 در فیلم رومئو باید بمیرد به کارگردانی اندرز بارتکویاک دومین اثر خود را در آمریکا بازی کرد و این فیلم به موفقیت دست یافت و باعث شد به معروفیت جت در آمریکا افزوده شود. در سال 2001 در فیلم بوسه اژدها در نقش یک گارد ویژه در پی وقوع جنایتی هولناک و ماجرای قتل رئیس خود وارد صحنه می شود و مبارزات فوق العاده ای را از خود به نمایش می گذارد.
در سال 2002 در فیلم قهرمان بازی کرد و ساخت این فیلم باعث شد جت از گروه آمریکایی خود جدا شود و به چین بازگردد. فیلمبرداری این فیلم یک سال به طول انجامید. این فیلم سرشار از صحنه‌های مبارزه با شمشیر است و جت لی در لباس چینی به اصالت واقعی خود در می‌آید. در سال 2003 جت دوباره به آمریکا بازگشت و در فیلم زگهواره تاگور به کارگردانی اندرز بارت کویاک یکی از بهترین بازی‌های خود را ارائه کرد. در این فیلم قدرت و زیبایی هنرهای رزمی با داستان قوی و صحنه‌های چشمگیر فیلم ترکیب شدند. تغییر شکل ظاهری جت لی به دلیل بیماری است که وی از سال 2010 بدین سو با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این عکس او که در اینترنت پخش شد باعث حیرت و تأثیر همگان به خصوص علاقمندان وی شد. جت لی گفته است که سال 2010 تشخیص داده که به بیماری تیروئید دچار شده و بیماری خود را با قرص کنترل کرد، اما اکنون ظاهراً بیماریش دوباره برگشته است. او همچنین گفته است که غده تیروئیدش پرکار است، اما او برای مبارزه با این بیماری مصمم است. من شکست ناپذیر نیستم. من یکی مثل شما هستم. من درد میکشم اما رنج نمیبرم. من خوشحالم. لی اعتراف کرده که بعضی اوقات او مطمئن نیست که کار را ادامه دهد. جت لی دوبار ازدواج کرده و نام همسر فعلی او نینا لی چی است. وی دارای 4 فرزند می باشد. ثروت جت لی در سال 2019 معادل با 200 میلیون دلار گزارش شده است.